درود بر همیانان ارجمند شاین نجات هستم خوشحالم که همراه دوست گرامی شهرام آریان در برنامه 23 از سلسله گفتارهای تحلیلی از جنبش رنسانس ایرانی بر روی تاریخ معاصرمون در خدمتون باشیم از آغاز صفویه آمدیم و رسیدیم به رخدادهای 1332 و آنچه که بعد از اون در دهه سی گذشت خب میرسیم به دهه چهل خورشیدی و آنچه که در اونجا میگذره پیش از اون در ادامه جستار نشست 22 نشست پیشین که کوشیدیم برخی از پرسش ها یا ابهامات رو پاسخ بدیم امروز هم با یکی دیگه از اون ابهامات یا نقد ها در حقیقت آغاز میکنیم و بعد در اون میکوشیم که به آنچه که در دهه چهل خورشیدی در ایران گذشته برسیم شهرام جان درود بر تو و چون پرسش در ارتباط با مطلبی بود که شما گفته بودی خودت تر مسئله کن و ما رو ببرد درون جریان بله درود چند جان درود بر بینندگان پرسش خیلی پرسش کلیدی مرکزی بود کسی همینا پرس همینا بود که شما وقتی که گمانه میزنی که یا گمان میبری که اگر که پس از 28 مرداد اون استبداد صالح ناپدید نمیومد و مدل کلاسیک دموکراسی میموند شما گمان نمی که ام امکان درصدی خیلی بالایی هستش که دموکراسی پاکستانی میشد و یا دست کم شباهت تکاملی نمیداشت با اون چیزی که اروپای شمالی یا آمریکا رفتن وقتی که سر از دموکراسی در آوردن تو قرن 18 به این سوی این رو چه حساب میگی برای اینکه ما مگه خودمون انقلاب مشروطه نداشتیم که در این انقلاب مشروطه ها بالاخره افراد به دنبال آزادی و اینا بودن یعنی ایلی الیت جامعه چونیا چنان این یه برهان بسیار کلیدیه که هواداران روانشاد مصدق از آغاز اووردن یا بهش تکیه میکردن به دو سه تا مطلب تکیه میکردن یعنی ببین یه سری اونا ستونهای های برهانی داشتن که هیچ وقت هم درست بهشون رسیدگی نشد برای اینکه هواداران کارکرد روزگار محمد رضا به دلالی که من هنوز درک نمی کنم چرا مثل که تو خواهر زمین اینجوری بابه علاقه به پاسخهای آنالیتیکی نداشتن یا توانش نداشتن یا علاقهش نداشتن خلاصه اون دوسهتا ستون انتقادی که از طرف هواداران جپی ملی پس از سال سی حالا پیش از اون هم ولی در ادامهش بهویژه دیگه پس از سی و دو پیش آورده میشد این بود که یه ستون مثلا که نیروهای استعماری خیلی خوششون میومد که دموکراسی مشروطه در ایران پا نگیره و یه چیزی مثلا شبیه شاه بیاد ملاحظه سر کار فعلا فاصله جمع جور کردن و جلوی کمونیسم گرفتن ولی از مدل رضا برای اینکه وقتی شما یه دموکراسی رو با یه دیکتاتور وقتی جایگزین کنی اون موقع توان اینه که اون دیکتاتور رو دستیازی کنی منیپولیت کنی به هر طرف که میخوای ساده تره تا همگی نمایندگان یک مجلس رو بر این حالا که اگه قرار جل کمونیزم گرفته بشه نیروهای استعمار حالا پایه نخست منظورشون انگلستانه خوششون میومد که یک تن باشه که اگه اون یک تن رو هم میخوای دست کاری کنی که برهان مثلا نمونه بنیادی هم که اوورده میشه اون تمدید قرارداد نفت بود به وسیله رضا که میگن اگه مجلسی بود مثلا یا اون به اون انجام نمیداد یا خیلی بهتر انجام میداد یا چونه چنان این مثلا یه ستون برهانیه که اصلا وقتی این تک سالاری یا این دیکتاتوری صالح میاد سر کار این خودش در راستای خواسته های نیروهای استعماریه ستون برهانی دوم دیگه اینه که اصلا اصولا این کاستن آزادی اندیشه یا برخورد آزادی اندیشه ها یا انتخابات کنترل شده که کمتر واقعیت رو بازنمود بده این خب سراسر مغلطه و خرابکاریه برای اینکه ما بنز کافی مهتران روشنندیش داشتیم زمان قبل از پهلوی اول هم که اینا انقلاب مشروطه رو خود اونا انجام داده بودن <applause> و اصلا کی گفته که اگر یه مجلسی می بود و آزادی گزینش واقعی می بود این تفلی ها نمی این کشور رو درست رایانش کنن مدیریت کنن خودشون هم نخست وزیرای به درد بخوری برگزینن و حالا کشور هر چقدر اون سالهای نیازش که با خودش سر کله بزنه و یاد بگیره بالاخره یاد بگیرن ببرن جلو و با تجربه و با تجربه تر بشن در همین زمین هم این همیهنی که این بار کامنت نوشته بود اشاره میکرد مثلا به اگه شما به سوئد اشاره میکرد مثلا در آغاز صده بیستوم که تصمیم نهایی گرفته به سوی مشروطه و از این دست و آزادی احزاب یا حالا کلا کشورهای فرنگی که تو این دیویست سال گذشته اونایی که راه دموکراسی رو خواستن برن بعد اولش هم در شک و تردید بودن که بکنیم نکنیم بعد وقتی که انجام دادنم داستان خوب گرفته و رفتن جلو و من این دو تا ستون برهانی رو میخواستم پاسخ بدم ممکنه زمانم بگیره ولی ستون برهانیه که در گذار به همدلله هفتاد سال باید پاسخ داده میشد از سوی خود در در جوال کارگزاران دولتی پیشین که من اصلا مال کارگزار اونا نیستم که مثلا اونا وابستگی هم ندارم ولی اونا باید جواب میدادن که اصلا حال حوصله نداشتن و دیگه رفت پی کارش که تا مثل بقیه کارهای خاورزمینی ها تا به همین الان یعنی تو این وسط هر وقت که ازش پرسیدم که چرا چون شد پاسخ های دادن که آقا این مردم نمیدونم خر بودن نمیفهمیدن اینا این چیز لازم داشت یه دونه راه یعنی که خیلی خیلی پاسخ خیلی خیلی دیگه خنددار دیگه فشرده یعنی نمیتونه اون, دو تا ستون های برهانی رو پاسخ بده چون اونا برهان های اساسی هستن که باید اساسی هم پاسخ داده بشن این مسئله ای که خود استعمار علاقه داشتش که یه تک نفری مثل رضا شاه بیاد سر کار که بتونن کنترلش کنن این بر و اون بر و اینا یه داستان کاملا خنده داریه یعنی اینکه اون لحظه که رضا شاه اومد سر کار حالا با اون درگیری هایی که در اون زمان بود در جهان و انگلیسی ها هم خسته از جنگ و مسائل گوناگون اونا بعد دنبال یه کسی میگشتن یه کس نبابا نه دنبال یه چیزی میگشتن که این کشورها رو یه مدت استابلایز کنه یه مدت ثبات بده که دست کمونیست نیفته اونا هم خسته از فرسایش های درگیری های جهانی جنگ جهانی اول و الاخر زود تون سریع از کشور ایران برن بیرون اصلا نیروهاشون آیرون سایت اینا بکشن بیرون خلاص بشن یه خستگی در کنن کجا بود؟ که اینا میخواستن خستگی در کنند و از کشور برند بیرون و ایران هم کلا دست فعلا کمونیز نیفته اینا از اینجا مسئله به اون صورت نداشتن که نمیدونم جلوی پارلمان نیست در جهان ایران رو بگیرن از این حرفا نیست اون اصلا تمام خاطرات و گزارش رو که میبینی اصلا سر تا سر ها و ایرانیا رو اصلا, اصلا, آدم حساب نمیکردن که اصلا کاری بلدن که بخواد کار پارلمانشون برای اینا درست کنه یا نکنه که این وسط مثلا هیری تو این هیری فقط مشکل انگلیسی ها اینه که نکنه پارلمان ایران قوی بشه اونا تو اون لحظه فقط میخواستن زود تانسری یه راهی پیدا بشه واسه این که اونا نیروهاشون خود بازپس بکشن ایران نم نپاشه. هم نپاشه از دی خودشون میگفتن خب این فرمانده قضا آقا مثل این که حداقل جنمی داره حالا فعلا ایشونو یه خورده پروبال داده بشه بعد ما بریم خدا بزرگ چی میشه اون فرایندی که بعدش دیگه داستان رفت یه چیز بسیار بسیار کامپلکس و غیر قابل بینی بود و اینی هم که رزاشا با مجلس همکاری نمی کرد یا مجلس رو کارآمد نمی دونست به خاطر این نبود که از مرکز از انگلستان بهش دستور دادن که تو مثلا این دموکراسی ستبر ایران رو فرو کوب که اونجا تکزاداری بشه که ما بعدا بتونیم رو تو تکیه کنیم اونجا رو استعمار کنیم از این حرفای خنده دار. بلکه اون خب برآمده از قصاخانه بود اصلا سیستم دموکراتیک اصلا نمیشناخت قبول نداشت باشون اصلا شاد بکنه و در هنگام پیاده شدنم حس اینتویتیوش بهش میگفتش که دو فضای ایران اصلا درست نمیشه حالا دموکرات های ایران از الان با فاصله زمانی الان به عقب میگن میشد یه دای سوتورگیه که به نظر من خیلی نمیتونه درست باشه برای اینکه ما بعدا در فضای پیش از 28 مرداد که کشور همون تکامل های سازندگی زمان رضا رو هم دیده بود تو اون ده سال هم دیدیم شد کشور خیلی خیلی پیشرفته تر بود تا زمان رضا زمان رضا شاه چجوری میخواست کار کنه دوست. اون زمان که دیگه فقط اون فعودال های فوق سنتی و فقط اون اه اه روحانیون فوق سنتی بودن یکی کسی ممکنه بگی آقا اگه کشور انقدر فعودال سنتی و اینا بود پس این انقلاب مشروطه از کجا آمد مهم. این تناقض اصلی که دیده میشه دیگه اه. که میگن جامعه اگر انقلاب مشروطه کرد پس حتما مهترانی و آدمهایی رو هم داشت که بعدا بتونه دموکراسی رو انجام بده یا ادامه بده در انقلاب مشروطه یه اتفاق کامپلکسی افتاد که هم خود روی داد و هم به ویژه پیامدهای تکاملیش رو روشنفکرای ایرانی تا به امروز درست نفهمیدن ببین در انقلاب مشروطه کشور ایران مثل بقیه کشورهای اسلامی که یه مثلا بخشی روشن اندیش داشتن میخواست یه واکنشی نشون بده که حالا اون کشور اسلامی که شعوری داشتن مثلا ایران میخواست یه بخشش باشه ترکیه یک باشه تا انزه این کارا در هم انجام میشد <applause> که خودشونو برسونن به فرنگ تو فرنگ هم نتیجه رو میدیدن که آقا ببین به کجا رسیده اینا چه ستبر و چه قانون و چه استواری و اینها ولی فرایندی که چه جوری اینجوری شده رو نمیفهمیدن که از یه چیز 500 سال گذشته و پیش از اونم تازه پیشینش پیشینه جرمنی مسیحی بوده نه اسلامی عربی اینا این مجموعه اینو نمیفهمیدن زود تون سری میخواستن نتیجه رو کپی کنن ام. حالا اگر از زمان خود ناصرالدین شاه که بهشون گفتن الازت قانون بیار ببین این قانون دارن قانون بیاری همه زود سری درست میشه اینا درک نمیکردن بابا قانون زود تونسری سری بیاری چیه قانون وقتی میخوای بیاری اصلا بدنه اون قوم اول باید یه ذهن رو به پیشرفتی داشته باشه مم. که این قانون هم رو به پیشرفت وضع کنه نه که قانون شرع وضع کنه و اصلا قانون پیشرفت دارم برنهاد کسی باشه که بخواد با جنودل از اون قانون پدافند کنه تو همه این پیش رو نیاز داری که اون قانون رو بیاری چی چی رو قانون رو بیاری درست میشه کدوم قانون وقتی بدنی قوم آدمای فاسد مسلمون و قرن وستایی مال هزار سال پیش هستن این با قانون میخوان چیکار کنن این پس از کوتاه زمانی فکری که به سرشون میزنه اینه که بیرن قانون اسلامی خوش نباره بحث کنن حالا میگن که خب پس چرا انقلاب مشروطه ولی کامیاب شد آخر سر تونست سلاطین قاجا رو برانه عقب و برای خودش جایی باز کنه بیاد جلو ببین اینو درک نمیکنن که بخش آوانگارد جامعه بخش آوانگارد جامعه جلو افتاده بود و برآمده از شکست های شدیدی که از روسا خورده بودن و کشور تکان خورده بود میخواست یه کاری بکنه بخش اسلامی جامعه هم حس می کرد که مثل اینکه ما یک کتک های شدیدی از این فرنگی ها خوردیم یه مقدار اعتماد به نفسش فرو کوفته شده بود از اون فرو موضعی و میل به اینکه آوانگارت ها یا پیشاهنگ ها که صرف ما از یک دسته جامعه هم نبودن میخواستن یه کاری بکنن یه فضای عملیاتی پدید اومد که در اون مسلمون ها و کلاسیک ها و سنتی ها منفعل بودن و منتظر بودن و کار دست پیش افتاد این اتفاق ولی به این معنا نیست که اون سنتی ها و اون کلاسیک ها و اون واپسمانده ها یا هرچ که نامش میذاریم پس از اینکه کار انجام بشه و اونها متوجه بشن که چه کلاهی بر سرشان رفت بعدن که خودشون رو سازماندهی میکنن که پس بگیرن پس لرزش به کجاها خواهد فرجامید درست. یک لحظه این پس لرزش که روزی خواهد آمد این پس لرزه که بیاد اون موقع آیا این آوانگارد هایی که این کار را انداختن این پیشی رو گرفتن و فراز رو گرفتن میتونن جلوی اون پس لرز رو که زمین لرزه ای خواهد بود برای باز پس گرفتن اون چیزی که سنتی ها گمام کرد ازشون در رفته آیا این آوانگارت ها یا این پیش آهنگ ها بعدا میتونن جلوی اونا رو بگیرن؟ اینو به همدلله کسی در موردش فکر نکرده بود تا به امروزم از روشن فکرهای ایران میپرسه اصلا مهم نیست تو جهان هپرود به سر میبرن چیزی به نام اصلا باز پسگیری از سوی نیروهای سنتی که بعدا بعد از اون مشت نخستینی که خوردن خوشون سازماندهی خواهند کرد بالاخره بگذار دهه ها اصلا تو این حرفا نیستن و بعد دیکتاتوری زمان زمان محمد رضا شام اینا رو بیشتر گیج کرده یعنی <applause> نه اینکه اونا با بهره برداری از دیکتاتوری و روش آمرانه ثبات و آرامش ایجاد کرده بودند و به ویژه توسعه تولیدی این نیروهای مثلا جبهه ملی ما باورشون شده اگه بدون اون دیکتاتوری آمرانم اینا در بستر دموکراسی هم میتونستن با همون سرعتی که پهلوی دوم می ساخت اونا بسازن بیان جلو قافل از اینکه عزیز من در یک سیستم دموکراتیک وقتی بدنه قوم واپس مانده و اسلامیه حالا واپس ماندم خیلی مهم نیست اسلام بودنش از بدتره آدم میتونه واپس ماندم باشه ولی نهاد روحش رو به پیشرفت باشه بعد پیدا میکنه راهشو مم. وقتی اسلامیه خب این کی رو گرفته که بره تو انتخابات شرکت کنه رأی بیاره این فرمایش که این همیهن ما توی این کامنت ها کرده که با سوء مقایسه میکنه واقعا مایه خنده است من اصلا خودم که این کامنت رو خوندم به همه گفته های خودم تو این ماه گذشته من نامید شدم گفتم شهرام یا تو واقعا توانت بر فارسی بسیار 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 اندکه نمیتونی این خودتو برسونی یعنی اون چیز که تو ذهنت هست میچرخه نمیتونی بگی آقا سوئد سوئد جرمنی شمال اروپا در صدها سال پس از پیروزی پروتستانتیزم که تمام جهان نگریش رو به پیش رفته این چه ارتباطی به یک کشور اسلامی داره من عرض مثلا اصلاً, اصلاً, اصلا مشکل اینا دیگه بعدش اصلا دیکتاتوری یا اینا نبود اصلا خود مثلا همین آمریکا که رفتن اینا جمهوری شدن دموکراتیک شدن خیلی عالی اینا اگه یه پادشاهی مشروطه می شدن یا حتی پادشاهی ارتشگرا می شدن مثل مثلا پروس مثل نیمی از مهاجران آلمانی بودن دیگه رفته بودن انگلیسی ها معلوم نبود که اصلا سلیقه خودشون رو بتونن به کرسی بنشونن شاید همین آلمانی ها که رفته بودن اینا موفق می شدن هم زبان آمریکا رو آلمانی می کردن هم مدلش ارتشگرا می اونجوری که دوست داشتن من به شما قول میدم تو توسعه اجتماعی و صنعتیش فرقی نمیکرد با همون سرعت میرفت جلو شاید بیشتر شاید بیشتر آزادی مدنی خورده کمتر می بود <تصفح> که بعد 50 سال 100 سال 150 سال بعدش احتمالا رفرم میکردن اونم درست میکردن بین مثلا در زمانی که ما در قرن 18 هم اینجا یه پادشاهی غیر مشروطه ارتشگرا داشتیم که پر مال پروسا بودن تو آلمان اینها مثلا شاهشون فریدیک کبیر اولین کشوری بود که توی اروپا جلوتر از دموکرات ها شکنجه رو در دادگستری قدغن کرد اوست. چون قبل از اون رسم بود که آقا هر رو میگرفتن دو و اینا رو میزدن که بگو مال کجا بردی قائم کردی مال خود ایران هم تو ژاندارمینا این کارا بود قبل از انقلاب و اینا خب این مسئله تا 250 سال پیش داشتن اولین کسی که شکنجه رو در دادگستری قدغن کرد این ارتشگراهای آلمانی بودن. آزادی کامل در رسانه ها کبیر داد گفت آقا هر چی میخوان بگن بگن فقط مثلا تا موقعی که به شخص پادشاه یا ارکان کشور دوشنامای بی ربط نمیدن هر چی میخوان انتقاد کنن از خود من نخواسته از و و یعنی نه روحشون همون روح پروتستانتی رو به پیشرفت پر از منش و عمق روحی و انسانی بود فرقی نمی کرد که آخر سر یه پارلمان برگزیده داره کار رو میکنه یا می خودمون همشون برآمده از یه گروه فرهنگی بودن یه, داشتن. یه آرزو داشتن صبح که از خواب پا شدن یه مدل آرزو داشتن هم گرامی میاد سوئد که کرد اونم تازه 300 400 تا بعد از رفرمای لوتر من برای اینکه این مسئله یک بار روشن بشه اینجوری میگم ببینید جامعه اسلامی رو میشن نظر استعاره مثلا انرژیتیکی فیزیکی مثل یه چاله مثل یه چاه خیلی عمیقی پنداشت یا انگاشت که یه گوله افتاده توش اون گوله این جامعه که در جهان اسلامی بسروره اون ته چاه اون پایین اسیره نمیتونه بیاد بیرون یک انرژی فوقلادهی باید بهش وارد کنی که اول از تو این چاه بتونه بیاد بیرون به سطح هموار برسه مثلا 20 متر بیاد بالا 60 متر که اونجا اسیر بوده وقتی به سطح هموار رسید بعد دیگه با انرژی کم قل 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 میتونی اون گوی آهنین رو قل بدی مثلا از تپه هم ببری بالا چون به داخل تپه هم سطح انرژیش از همون جایی که قبلا پایین بود پایین تره ولی شیبش خیلی کمه درست میتونی قل 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 بری بالای تپه قل قل بیای پایین این قلی که میری بالای تپه و میای پایین و اینا این همون جامعه پروتستانتی یا جامعه رو به پیشرفته که مثلا یه سطح خودش رو میبره بالا یا مثلا تو یه نسلی حواسش نیست مثلا یه خورده سطحش میاد پایین دوباره خود مصرفی تر میشه ولی اونی که اسلامی اون ته چاه هست اونو با این انرژیای قل 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 یعنی ملایمی که دموکراسی کار میکنه نمیتونی اصلا جای ببری اونو وقتی قل میبزنی سی سانت بعدش میخوره به دیواره چاه که شست به زیر زمین گیر کرده اصلا بالا نمیتونه بیاد وقتی از چاه اومدی بیرونی که با انرژی ملایم که همون دموکراسی هر چی باشه میتونی این گویه رو همه جا ببری یه خوردم تپر ببری بیا بیا پای هرجوم خای بری اول باید دلیل من شرم جان که الان به جرئت میشه گفت تمام این 50 تا 51 یکی تا کشور مسلمان اگه واقعا یک انتخابات آزادی بشه قطعا به غیر از ایران در جاهای دیگه اسلامگرا برنده میشه این بیگمان می، می میشه گفت نمونه خوبش ترکیه است دیگه ترکیه شاید بین اینا از همه نسبتا غیر اسلامی تر باشه میداریم میبینیم که سال هاست توی فرند دموکراتیک امروز توی هزار سوم اسلامگرا برنده میشن آقای رجب اردوغان و کابینش در سر قدرت هست دیگه پاکستان و یمن و موریتانی و اندونزی اینا که جای خود دارن من خنددار میگم حتی تو همین ایرانی که الان اسلام آشکارا اینجوری شکنجش داده م. تو همین ایران هم همین الان همین الان الان الان, الان جمهوری اسلامی بره فرداش که انتخابات بشه 25 تا 30 درصد و های اسلامگرا تا اسلامگرای کرواتی خواهند برد قطعا 65 درصد هم فقط واسه اینه که مردم پرن از دست اینا 20 سال بگذره شاید هم بیان پایین 65 بله بله 20 سال 30 سال بگذره بدون اینکه اون انقلابات فرهنگی که ما ازش سخن میگیم بشه اونا فراموش میشه و تعداد اسلامگره ها و اسلام کرواتی تو انتخابات به پنجا, پنجا پنجا پنج خواهد رسید زمان بیستشت مرداد که اگر بیستشت مردادی نمیشد یا حالا اون بزنیم که کلن اون مدلی نمیشد که میشد و روانشاد مصدق میتونست دموکراسیش رو پیاده کنه تو انتخابات اول هنوز نه چون اسلامی هنوز خوشون سازماندهی تطبیق یافته با دموکراسی نکرده بودن تو انتخابات اول احتمالا کروباتی های مدل خود اون روانشاد برنده می تو انتخابات دوم سوم بومور کاشانی خمینی نواب نمیدونم بازرگان خب فلج نبودن که میرفتن حزب میزدن نمون فری اسلامی به خودت میرگان میشد دموکراتیک نبوده یه جامعه عذوب توش که جریه خیلی دیگه من تو کشور اسلامی اینگونه هست همون میشه که میشد یعنی یه اقلیت توده چپی و بلا مجدد و یه اکثریت مسلمانی که حالا جمعه یا سهشنبه یا هر روزی بالاخره پاشون به مسجد میفته اونجا یا یه مقدار مخشویی میشن یا یه مقدار توسط یارگیری جذب میشن غیر از این مگه تو کشور مسلمان شما جای دیگری دیدی که تشکیلاتی تو همه جا امکان حضور داشته باشه و این مساجد هم برخلاف حالا فرش کنید فلان نیایشگاه مشخص در هندوستان یا شرق آسیا جاییست که کاملا مساجد روزمره کار داره مساجد همیشه مساجد روزمره کار داشتن بنابراین شما در مورد یه جامعه صحبت میکنید که درش اگه بیستشت مرداد نشده بود اگر نیروی ملی وجود داشت کاملا دست پایین رو میگرفت در اقلیت خیلی مطلق افتاده بود یک عده متجدد توده ای و یه عده مذهبی که احتمالاً اکثریتا بعد یکی دو سال کاملا قطبندی جامعه به این صورت میشد هیچ نشانه دیگری ما نداریم که به ما بگه غیر از این میشد نه دلیل دیگری نداشتیم از برهان اون همنا گرامی اینه که مال حوادان جپ ملی میگن مگر ما انقلاب مشروطه رو نداشتیم مگر ما اونجا روشن فکرار رو نداشتیم من اونو رو عرض کردم خود ملک بهار تو تاریخ مختصر اعصاب سیاسی میگه که میگه ما فقط پیروز شدیم چون که ملاک ها و روحانیون خفته بودند <applause> یه اتفاقی بود داشت میافتاد پیشاهنگای جامعه که رفته بودن فرنگو دیده بودند و میخواستن کشور رو تطبیق بدن به اونم در درصد خیلی باوشونه تو جامعه هست که میفهمه یکی در هزار نفر هر چی اینا میخواستن که به اون مسیر برن اون یکی هم نمیدونستن که اصلا معنای این کارا آخر چی خواهد بود منفعل بودن ببینیشه که از شکست های خیلی شهیدی که ایران از روس به این ور خورده بود روحانیوم یه خورده زیپ دهنشون بسته بود چون احساس میکردن که با این روش های کلاسیک شکست خوردن ولی هیچ کس هم خبر نداشت که اگه این آوانگاردا این پیشاهنگا برن این سیستم ها رو بخوام پیاده کنن که چون این کنن چونان کنن حالا گام اول اینه که فعلا فرمان مشروط صادر بشه گام های که رو کم کم وضع کنن جامعه چه شکلی خواهد شد حالا یه کسایی مثل نوری نوری همون اوایل میدونستن مقامت میکردن ولی با نوری بدنه اصلی 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 خفته اسلامی جامعه همراهی نکرد چون تو فکرهای دیگه بود و رعیت بود و این ورمور بود اصلا خبرش چیش شده و در فضای شهرها برای یه مدتی افتاد دست آوانگارد ها و روشنندیشان ولی اینها مقاومت اون عمده اسلامی کشور رو فقط موقعی برمیانگیختن این آوانگاردا که می اومدن سر کار و تصورشون رو نشون میدادن که ما جامعه مدرن پس چی میخوایم بسازیم اون موقع است که تازه سنتی ها میفهمن چه بلای سرشون اومد چه کلای سرشون رفت این اتفاق حالا یا دموکراتیک میافتاد با قانونایی که مثلا یه مدتی تو مجلس میذاشتن اگه اصلا می رسید <applause> یا به حالت آمرانه با شاه افتاد ولی از اونجا به بعد البته خود رضا هم مسئله از طریق مجلس وارد میکرد ولی خب بیشتر بیشتر ببیشه تو نیمه دوم کارا دست خودش افتاده بود یعنی میخواست که بیفته چون مثلا تقسیم کارنا رو درک نمیکرد اون روان شد دیر یا زود حالا چه دموکراتیک میومد که البته ضربش خیلی کمتر میبود چه می میومد یه موقعی اون سنتی ها متوجه میشدن که این اون اسلام اون جامعه که ندیگه میخواستن نیست و از اونجا تازه مقاومت اونها آغاز میشد یعنی این این موج سونامی دفاعی که بعدا می یا اون پیشواک هنوز نیومده بود که با مدن ببینیم این به اصلاح دموقرات ها چجوری میخوان جلوشو بگیرن من ارس... جام جام. در مورد انقلاب مشروطه نکته من بی افسایم دو نکته یکی این که هنگامی که خودشون تا اندازه جور کردن مسلمان ها اسلامگره ها میبینیم که خب میدونید انقلاب مشروطیت خیلی سریع به سمر رسید و فرمان مشروطیت ساده شد بعدم که شاکش و درگیری ها آغاز باید. شد و بگیر و ببند ها تو همون قانون اساسی میبینید که مسئله نظارت پنج تا مشتهد و قوانین مصببه مرد شورای ملی گذاشته میشه یک چیز عجیب و غریب است اینجا نوری موفق میشه نوری موفق میشه اونجا آره یعنی اصلاً. یا اینکه اون بحثی که میشه که آقا ایرانی ها در برابر قانون برابرند ایرانیان داره حقوق برابر هستن که بله. اسلام میگه آقا چیزی نیست این خلاف اسلامی ایرانیان در حقوق کلم حقوق برابر ندارن چون یکی که که غیر که که مرده و بعد میام میذارن ایرانیان در برابر قانون با هم برابرند حالا بله. چیزی که میخوام بگم این است که در خود تازه انقلاب مشروطه که به سمر میرسه و امضا میشه شما حضور پررنگ روحانیت رو میبینید در کنار مشروط خواهان دو نفری که سردسته بودن تا اندازه در تهران تبا تبای و بهوانی دوتا روحانی هم. شما محاکمه و اعدام شیخ فضلان نوری قاضی کیه رئیس دادگاه که شیخ ابراهیم زنجانیست خودش آخونده اصلا فکر نکنید که آخوندا کنار زده شده بودن داشته همه چی جلو میرفته آخوندا با انگیزه های گوناگون حضور داشتن یکی مثل تباتبایی به نظر من آدم نیکسیرتی بوده واقعا میخواست کشور ازش بهتر بشه یکی مثل بهوانی قدرت طلب بوده یکی مثل شیخ فضلان نوری آدم خطرناک و ناجوری بوده ولی اینا حضور داشتن و اینی که ما فکر کنیم چون انقلاب مشروطه رو انجام دادن بنابراین سال 32 به بعدم ختم به خیر می شود. این خیلی ساده انگاریه این قضیه است افسون بر اینکه که همچنان که به درستی هم اشاره کردی شرم جان انقلاب مشروطه 1285 به اصطلاح فرمان مشروطیت صادر میشه دهه 20 خورشیدی 20 سال گذشته باید بنزه 20 سال شما جامعه رو هزار... ببخشید 1285 تا دهه 20 دیگه دوربر 30 سال گذشته و این 30 سال به هر حال تازه شما دارین شرایط بهتری هم میبینید ولی اوج فساد ابتضال درگیری ها و فرومایگی ها رو در عرصه سیاست میبینی و میبینی که یا حالا توده چپ ها یا اونایی که به نوعی به سفارت انگلستان بستن در کشور و روحانیتی این این خواهر زمین این مسئله خاور چندگانه است یک سریشون حسابای تصویر نشده با سرکار اومدن پهلوی داشتن ام. که چون بدنه مهتران از قاجارا بود چه چون که روشنتر بودن چون اوناشون که سنتی تر بودن تهدیرشون از این دل درد داشتن که این پهلوی های از پشت کوه آمده کیان سرکار ام. مالا میگم چه اونایشون که سنتی تر بودن چون که مدرن تر بودن یعنی درجات داره اوکی؟ مثلا این سلطنه و دوله ها که دل درد شدید از این مسئله داشتن حالا یه درجاتشون مثلا تا 90 درصد و 80 درصد و اینا می این دل درد ولی حتی در ذهن یک کسی مثل خود روان شد، مصدقم میتونی راحت مطمئن باشی که تا 15 درصد این فکر بود که اینا یه مش از پشت کوه آمده هستن که اومدن الان رئیس شدن واسه همینه مثلا عظمت دموکراسی رو که ما با سوادترهای مثلا در حقیقت یعنی مربوط به مهتران قاجار رفتیم و بردیم نمیفهمن حالا تو تو اون کم بود و کوشش میکرد که مسئله رو مثلا در سطح ملی تر یا کلی تر ببینیم تو برخیشون بود خیلی شهید بود تو بیشترشون هم استتار شده بود استتار شده بود مثلا وقتی که خانم کیانوری میاد بعد از انقلاب ازش میپرسن که خانم کشور متلاشی شد رفتن ما رو کشتن بردن سوختن اینا نظر چیه و اینم برمیگرده میگه که امکانش هست ولی من چیزی که دل منو خنک کرد این که پوزه این پهلوی به خاک مایل شد <تصفح> این به با عنوان بازمانده چیز بود دیگه از شاخه فرمان فرمایی بود اگه شما نکنم مال قاجار دختر فرمان فرما بود مریم فیروز <تصفح> بله بله این, این روح اون قاجارای قبلی رو نشون میدن نه اینکه حتما آدمای بدی بودن آدمای تحصیل کرده اینا زیاد بودن همون مهتر هم بودن ولی خب حالا این یه خاصیت انسانیه که وقتی دودمان تغییر پیدا میکنه که دل درد داره حالا تو خاور زمینا دیگه اگه این تو فرنگی یه مقدار باشه دیگه ده برابرش به حمدالله همیشه هست چون مسائل فقط از داخل مسئله خانواده و قبیله خودش اینا فقط میبینه داره. این مسائل بود ارزم به حضور که مشکل از همه فاجعه بارتر که تا به امروز یک درصد هم حل نشده حتی یک درصد <applause> شناخت صفر روشنفکرای ایران از جامعه خودشونه <applause> آقا کی میاد میگه که اگر ما آمرانه هم نبود همونجوری پیشرفت میکردیم که زمان پهلوی دوم داشتیم میساختیم کسی این حرفو میزنه که نه کوچکترین شناختی از جامعه ایران داره نه قوت تخیل و تصور داره این نمیتونه جلوی چشمش حتی دو سال آینده رو ببینه که آقا وقتی اومدی تو دموکراسی رو اینجا با استاندارد اجتماعی سال CO2 یعنی پیش از گشایش های اجتماعی پیاده کردی کی جلوی مسلمان رو گرفته رفته حزب بزنن 90 درصد رای رو ببرن کی گفته مم. این حتی نمیتونه این گام کوچیک رو ببینه حالا ما از اون تفلی میگیریم روشن فکرهایی که الان وجود دارن هم اصلا تو هیچ ارتباطی با جامعه ایران نیستن مثلا برای من واقعا مثلا از عجایب اسلامه باشون صحبت میکنی همشون بر این باور هستن که بدنه جامعه ایران فقط منتظر یک سیستم کاملا منطقی رو بیاد کنه همین الان من هیچ مخالفتی ندارم اکاش بتونه ولی آدم وقتی به درون نگاه میکنه یک مقدار زیادی مشکلات حل نشده فرهنگی می‌بینه که هسته اصلی تمامش هم دوران زمان اسلامه اینا اصلا این مسئله قبول ندارن این میاد بر تعریف میکنه که ما میریم تو قانون اساسی می که ما میخوایم سکولار بشیم 100 درصد از فردا همه درست میشه مهم. کی گفته کی میگه تو گفته که از اونا سب میکنن که کاری بکنی <applause> یا کی به تو گفته که اگه تو رفتی این سکولار موفق شدی توی قانون اساسی بنویسی که چه عالی اگه از فردا اینا گروه های تروریستی درست کردن مثل طالبان <applause> چون اینا دیگه مال روزگار پیش از مشروطه نیست اینا تو روزگار به قول خامنه آقای خامنه ای چیز به سر میبرن بی، بیداری اسلامی این بیداری اسلامی یک واکنش بسیار, بسیار عظیم و دوربرد جامعه اسلامی بود به همین شکستی که از فرنگ خورده بودند و رو به عقب نشینی رفته بودند که از اون اون شکست که تو قرن 17 و 18 خوردن از فرنگی ها مثل مشتی بود که تو ملاجشون زدی حالا چه ترکیه چه عثمانی ها چه ایران ایران قاجار اسلامی هاشون یه خورده اعتماد به نفسشون کاسته شد و اینا آمدن در پایان صده 19 و اوال صده 20 یه راه نوعی برخوردی پیدا کردن با فرنگی ها از خودشون که سید قطب نماینده اصلیش بود و اونم این بود که با به هر پیشرفتی که فرنگی ها کردن میگی مثلا نجسته اصلا به درک اصلا لازم نیست ما تا موقع که اسلام داریم و فرمان های الله داریم پیشرفت لازم نداریم یا پیشرفت رو میتونیم به مدل اسلامی بکنیم حالا ولی اینکه تمام قرون نشون دادی که اون کار نمیکنه ولی اینا وقتی دیدن که نمیتونن از داخل دستگاه اسلامی خودشون یه پاسخی واقعا پیدا کنن راه که نجسه رو رفتن نجسه نجسه بذار کنار و شما میبینی که خیلی هم با این راه تو از بین بردن نهال های پیشرفت تو مناطق موفق بودن رسته. چه در ایران چه در ترکیه و جاهای دیگه یعنی یه واکنش خیلی عظیم و جرف بود که هنوزم هست امه. و شما اونجا الان این جمهوری اسلامی اگه بره یه کسی هم بیاد بتونه یه قانون اساسی سکولار بنویسه از فردا هزاران هزار گروه تروریستی زیرزمینی وجود خواهد داشت چون تنها انگیزه اصیل تو اون منطقه فقط همین الله پرستیه اصولا شهرام جان جدایی مذهب از سیاست چیزی نیست که بخشنامه ای باشه شما نمیتونید حالا بیا تو قانون اساسی هم بنویس بخشنامه کم چه اتفاقی نمیفته تا موقعی که در, در دامنه خود جامعه مذهبی که خودش سکولاره ببینید گرفتاری با اسلام همینه و حالا وارد اون بحث نمیشه چون این بحث رو بارا بهش پرداختیم چیزی که شرم جان من فکر میکنم حدود ده دقیقه فرصت داریم که بهش بپردازیم اگه موافقی اینجا مطلب دیگه پارک کنیم فکر کنم پاسخ به کافی داده شد بسه در خانه اگر کس است یک حرف بس هست. بریم سراغ دهه چهل خورشیدی چون سخنانی که الان تو گفتی با رخدادهای دهه اول دهه چهل خورشیدی اتفاقا کاملا تایید میشه تو جامعه ای که به خاطر اتفاقاتی مثل اینکه سوگند خوردن به جای قرآن تبدیل بشه به سوگند خوردن به کتاب آسمانی یا به زنا حق رای داده بشه در اون حیانات انجمنهای ولایتی و اینها بعد در سال 42 با یه فراخان یه آخوند درجه دو اون هنگام یعنی خمینی برحال با وجود آدم های گردن کلوف او در جایی نبود که مشتری تراز اول باشه ادهی کفن پوش را میفتن و قیام به اصطلاح مسلحانه با قمو و شمشیر میکنن از جنوب تهران و ورامین آیا بازم این همیهنانی هم که این تفاصیل رو میدن که نه 28 مرداد اگه نمیشد خود جامعه کار خودش جلو می برد و این اتفاقات ارز کنم خدمتتون نمی افتاد. چه پاسخی میتونن داشته باشن؟ بله منم خوشحالم میگیم بخش پاسخ فعلا بذاریم کنار بریم سراغ ادامه خود گفتار حالا به فروپاشی روزگار پهلوی رو بعد دوباره همینا رو ریویو میکنیم برمیگردیم بله من ما تو اونجا بودیم که وقتی که مسئله 28 مرداد گذشت و شاه از فرداش در حقیقت در اندیشش این بود که اون توسعه سریع رو پیش ببره حالا همه چی هم اینجا دست به دست هم بده کمک های نمیدونم مالی و نظامی آمریکا سازماندهی نوع کشور از درون او وردن نخست وزیرایی که رو به پیش رفتن و با فرنگ هم مشکل همکاری و همسازی و هم اندیشی ندارن که از گفتیم که زایدی که خب نسلش و سنش اینا نمیخورد و بعد علا به عنوان میانجی اومد و گذشت و تا اینکه کار قرار بود که با امینی آغاز بشه حالا الان امینی دیده میشه؟ بله بله دلیل اینیم که قرار بود که با امینی آغاز بشه این بود که نه فقط که خود امینی این مطلب رو براش مناسب بود و علاقه من بود و با فرنگی تماس خیلی خوبی داشت آمریکایی هم بهش اعتماد داشتن و به شاه توصیه میکردن که این آدمی که میتونه این کار رو جلو ببره مدرنه فلان اینی که اصولا یه سری افراد مدرن باید بیان و این کار رو بکنه این برای شاه روشن بود و ولی شاه بر این باور بود حالا ما در مورد این بدن صحبت خواهیم کرد که یا این بخش از باورش هم اشتباه بود یا درست بود یا نیمه درست بود یا هر چی بود اون بر این باور بود که سیستم باید اینجوری باشه که رشته تصمیم گیریش کاملا درونی باشه و اتوریتر باشه و کمتر پیرو سلیقه آمریکایی باشه امینی این مطلب رو اینجوری نمیدید امینی دموکرات تر بود تو روحش برای همینم بود که همش دست و پا میزد که بازمانده های جپ ملی رو دوباره حالت منطقی و معقول برگردونه به تو پروسه سیاسی و گفتم حتی مثلا تو درگیری با امنای مذهبی هم که در حال آمدن بود چون میخواستن اصلاحات رو بکنن این بر این باور بود که اول باید به قوت برهان اونا رو متقاعد کنی بعد باید رفورما رو بکنی امیم. و شاه بر این باور بود که تو ایران این یعنی کشور اسلامی یا ایران یا هرچی نمید اون عمق فکری رو با نمیدیم برآورد کنیم مال شاه چون در این موارد مثلا پیپرهایی نبشه،, نبشه،, که ما بدیم تو ذهنش واقعا چی میگذشته مقاله های علمی ننوشته که فقط میشه از صحبتاش با این وزیر و اون وزیر و هر چی که شفایی و اینا درس کرده میبره با سازیش کرد ولی شاه بر این باور بود که نه ما اول باید گشایش ناگهانی بکنیم و این مسئله همراهی دادنم هم باید همراهی بکنه ولی اونی که تو میخوای بری که اول اینا رو متقاعد کنی اون 200 سال طول میکشه آخرم کار انجام نمیشه اینجا با هم اختلاف نظر داشتن اینه که علم اومد که به عنوان نخست وزیر من نمیشه روزگار جنگ این صد رو بشکنه و رد بشه وقتی که میخوان اصلاحات ارزی رو انجام بدن اگه شلوغی شد این باش برخورد کنه اینم که این کار رو انجام داد و به عنوان اینکه بار گناهانی که درگیری ها سر این انجام شده و کشته ها به گردنش گرفت و استفاده داد و یا کنار گذاشته شد خود شاه هم بر این باور بود که علم باید بره و آدمای جوونتر و واردتر بیان تو فقط واسه شکستن صد اومدی و انجام وظیفه کردی پس از علم قرار بود که با منصور فرزند همون علی منصور رجب منصور یه فاز نوی آغاز بشه که دیگه این سیا... فنسالاران یا تکنوکرات های جوانتر در فرنگ دانش آموخته ای که منصور باشه هویدا باشه آموزگار باشه این 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 زادگان این دسته علی خانی باشه با. علی خانی باشه اینا کار رو بگیرن دستشون و دیگه شاه با این جوونا در همراهی با مستشارهای آمریکایی اینا دیگه تخت گاز چارنل دیگه برن حالا منصور بدن چه درجه از کارآمدی می داشت ما دیگه نفهمیدیم چون مسلمان‌ها زدن ایشون رو هم کشتن پس از او یک سالی چقدر نسر کار بودن مدت کوتاه بر حال پس از او هویدا که از همون سازماندهی می اومد برآمد هویدا و منصور از قبل تا مقدار زیادی خواسته هاشون رو چیز کرده بودند. فرمول بندی کرده بودن اینا کلا اون گروه روشن فکرای بودن که بر این باور بودن که آقا سیستم سازماندهی جامعه ایران الان تمام دموکراتیک نیست و از زمان رضا شاه به این بر ولی با این سیستم آمرانه داره میسازه میره جلو ما برخلاف جبهه ملی این کار میکنیم که میریم با همین شاه همکاری میکنیم زیر بال و پرش رو میگیریم با او به شدت کشور رو میسازیم وقتی که به کافی ساخته شد از آخر دموکراتیک میشه اینا رو به حالت سریع تو نوشته ها گفته بودن اون مجله که میدادن بیرون چی بود نامش کاوش بود چی بود تلاش بود کاوش بود اون کاوش بود اون اه... که در اون اینا رو اه... کتبی کردن یعنی ما میدونیم که این دوتا گفته بودن که هدف نهایی آخر سر دموکراسی ولی از موضع یک کشور سراسر ساخته و یک قشر میانی بر ساخته هم هویدا و هم منصور هویدا شاید حتی بیشتر از منصور به خاطر مطالعات گسترده ای هم که در مورد ادبیات اروپا اینا وارد بودن با سیستم فرنگ به ویژه روانشاد هویدا در درک دقیق داشن که دقیقی داشتن از اینکه اون قشر میانه ای که میسازی باید در یک فضای باز پرورده شده باشه با امکانات مادی غنی که نداره اعتماد به نفس بشن در خودشون نظر انسانی پیدا کنن حالا منصور که دیگه نوبتش نشد این مسائل رو نشون بده که اون در موردشون واقعا میاندیشه کار دست هویدا افتاد و هویدا هم این پروژه سازندگی رو با شاه به شدت و به سرعت بردن جلو که دیگه همراه بود بدن با اون دوران بالا رفتن قیمت نفت باز شدن دست دولت تو انواع اقسام سرمایه گذاری ها و گشایش ها و کارها و الاخر من چندین نشست پیش اشاره کردم که در این مسیری که این تئوری که هویدا و منصوری داشتن که باید با شاه همراهی کرد و اینو ساخت و با اون مخالفت نکرد حالا ما منصور نیدیم چه شکلی میشد ولی هویدا یه اشتباهی ازش رخ داد به نظر من اونم این بود که با اینکه مرد بسیار بسیار شریفی بود یعنی اون آدمی بود که نا، ناسلامتی مادی نداشت و با اون پیکانه که سوار میشد میرفت خونه و سرکار واقعی بود این که زندگی میکرد یه ای ایرانی خیلی خیلی میهندوس و شریفی بود ولی این مسئله ای که ما دست شاه باز بذاریم یا باش همکاری کنیم که اینجا رو بسازیم درست ولی شما اگه واقعا هدفت اینه که آخر سر میخوای دموکراسی اونجا بیاد این شاه بیچاره رو باید عادت بدی که از توی نخست وزیر نه هم بشنوه درست هوی دا ولی مثل که این ور اون اونور ایندیکیت کرده بوده اشاره کرده بوده که شاه مدل روحش یه جوریه که بعد از 28 مرداد دیگه بیشتر اینجوری شده آسیب دیده که وقتی یه نخست وزیر شروع میکنه باهاش به بگو، گومگو کردن زود عصبی میشه حوصله سر میره و یاد اون اتفاقات همون قبل از سی میفته و اون موقع حتی اگه از روی ادبم اون لحظه چیزی به روی خودش نیره پشت پرده یه جوری میخواد که عذر این بابا رو بخواد که یکی رو بیاره که کمتر فرسای ایجاد کنه که بتونه بخش بزرگتری از خواستهای خودش رو ب... تحقق برسه نای خواست خودش هم که دوزی پول نبود که ساختن کشور بود ولی طبق سلیقه خودش اگه هویدا همچین اشت... فکری هم میکرده و میگفته خب روی نصاب من باید بیشتر مراعات کنم کمتر سر به سرش میذارم اینجا یه اشتباه مهلک انجام داده چون شما حتی به نفع اون شاه هم نیستش که شما به اندازه کافی بهش نه... من نمیدونم این خواهر زمین چرا این کار رو بلد نیستن من به گذار این سالها هم هر چی اینا رو دیدم واقعا این کار رو بلد نیستن یعنی yani, میون چاکری و قربان صدق رفتن از اون دست و از این ور به جان کسی افتادن و دیگه لج کامل کردن و قصد جان کردن میون این دوتا هیچ درجه ای بلد نیستن یعنی <تص من من خیلی ها رو میشناسم از تو اپوزیشن اینا که مثلا خیلی منتقدن از اون دولت قبلی هستن اینا اینا رو که با ماشین زمان برمیگردوندی مثلا پیش محمد رضا شاه من حاضرم دستم تو آتش شرط و محمد رضا شاه اینا رو میپذیرفت از های سرسختش میگم ها. و و میگفت من به این نتیجه رسیدم که شما رو میخوام نخست وزیر کنم یهود تعجب میکردی که این از مخالفت سرسختانه و شدید و آتشین یا به چاکری میافتاد افتاد و از که اون مقامه رو از دست نده و همه چی رو با مصادره به مطلوب به قرم مصدقه می کرد من نمیدونم اینا چرا اینجوری هن. من هنوز نمیدونم اینو ولی اصلا حالات میانه رو نمی هویدا هم این حالت رو ظاهرا نمی شناخت و یه کار مسمومی تو خیلی از نشستا انجام میداده وقتی که باش صحبت میکردن که آقا در این مسئله عمرانی این کار این کار این کار باید انجام بشه خیلی از اونی که مثلا دولت تالا اندیشیده پیچیده تره یا فلان بعد اون موقع ایشون میگن که برمیگشت با دستاش نشون میداد به طرف عکس شاه میگفتش که با ایشون دیگه مثلا کنید یعنی این حالت دو حالت داره <تصفح> یا واقعا آدمی بوده که اهل درگیری های منطقی تو این لحظات نبوده که بره به شاه گزارش بده و صحبت اینا رو انتقال بده که بحث در بگیره یا اینکه طرح خودش بوده گردن شاه بیچاره مینداخته <تصفح> ولی هر چیزی هست این بخش یک ناسلامتی تو این سیستم پدید اوورد که این بهترین دوران خوشبختی ایرانیا و قشر میانه همین همکاری شاه و بیدا بود تو این سیزده سال. سال, بعد تو این سیزده سال خوشبختترین دوران و این ایرونیا تو این سیزده سال گذروندن در تمام 1400 سال بعد از شکست از اسلام بشت. تو این سیزده سال بهشتی پید اووردن این دوتا ولی این کار هویدا که از یه حدی استوارتر جلوی اون میزداد این نطفه یه مشکلات بزرگی رو فراهم آورد که بعدا خودش نشون داد چون شاه وقتی از این طرف با مخالفت برخورد نمی کرد و بعد قیمت نفتم همینجوری رفت بالا این حالا خواست انسانی دیگه سر هر کسی میاد دیگه خیز برداشت و از یه حدی به اون طرف دارم این احساس بهش دست داد که واقعا همه چی رو بهتر از همه عالم و بقیه دوروریا میفهمه و مشکلاتی پدید اوورد مشکلاتی که مثلا به تورم در آستانه انقلاب فرجامید که خیلی کمک کرد به خود پروسه انقلاب از این میمد که شاه حاضر نبود که از تزریق پول به داخل بازار درونی کشور کاهش بده به خاطر درآمدی که پیدا درامد نفتی که پیدا بود میخواستن پول بیرون پارک کنن به داخل سیستم تزریق نکنن گویا حتی آلی خانی تو این مسئله اصرار داشته ولی اون میگفت نه 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 باید به سرعت بسازیم به سرعت بسازیم گوش نمیکرده و ببین همچین جاهای اون اون فاجعه خو... وقتی به موقع درست رفتار نکنی اونجا خوش نشون میده اون 7 8 سالی بس. که حتما بهش خواهیم رسید بخاطر اینکه زمان تمام شده ما باز در سالهایی که میرسه منتهی میشه به انقلاب سال 57 حتما این گونه بحثایم که برمی‌گرده به مسائل اقتصادی و ثروت بسیار بسیار سرسا که خیلی شتابان داشت به پیکر جامعه تزریق می‌شدن بهش میپردازیم که چه در حقیقت پیامدهایی داشته برای امروز زمانمون تموم شده به پایان رسید برنامه‌مون اگر از شير اسکرین خارج کنید شرم اینجان سپاسگزار میشم و برنامه 23 بود امیدواریم که برنامه 24 و 25 ما رو ببره برسونه به خود انقلاب اسلامی که اونجا سخنان گفتنی بسیاره و حتما بحثایی رو هم ایجاد میکنه که ما امیدواریم که همینان استقبال کنن و اونجا واقعیت یه جامعه اسلامی خودشون نشون میده و اون پرت و پلای رو که روشن ایرانی توش به سر میبرن کاملا بسیار مهمه سپاس گذارم از توجه همه همیانان شرم جان سپاس بسیار بدرود تا فرصت دیگه بدرود